اینجا به بعدم انشالله که روز خوبی رو داشته باشین. بچه ما جلسه قبلی راجع به مغز صحبت کردیم، دستگاه عصبی مرکزی مغز. یه بحثی میمونه به عنوان تشریح مغز و ما این داستان تشریح مغز رو هم با هم دیگه بررسی کنیم و بریم جلو تا ادامه داستان رو داشته باشیم با هم دیگه و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید، توی این تصویر ما یه فیلمی داریم واسه تشریح مغز. میخواییم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. مغز رو از سطوح مختلف داریم میبینیم. سطح پشتی مغز رو داریم میبینیم، این قسمت از جلوه، این قسمت از عقب دیده میشه، اینجا یک مقطع عرضی زده شده و اینجا هم سطح شکمی مغز رو داریم میبینیم که یه برشی ایجاد شده توش و قسمت‌های مختلف اینجا وجود داره. حالا ما باید نگاه کنیم توی مغز. مغز رو برمی‌داریم از سطح کناری نگاه می‌کنیم، شیارهای مخ رو داریم می‌بینیم. اینجا هم نیم‌کره‌های مخچه قابل مشاهده است، از کنار کاملا نیم‌کره‌های مخچه رو ما می‌بینیم. باز اینجا سطح شکمی مغز رو داریم نگاه می‌کنیم. خب مسلماً می‌بینیم که قسمت‌های وجود داره. اسم بصل و نخا رو میبینم، پل مغز اینجا بصل و نخاست و میاد یه خورده کنارتر مخچه رو دارم نشون میده. اینجا مخچه رو میبینم که خب بالاخره خودش هم شیارها و فرو رفتگی هایی توی مخچه وجود داره، ما اینجا میبینیم. بعد توی سطح شکمی بچه لوبهای بویایی دیده میشه و پل مغزی رو اینجا من دارم میبینم. اینجا لوب گیجگاهی رو داره بهتون نشون میده توی این تصویر. اینجا باز لوب گیجگاهی سمت مخالف رو میبینیم، لوب پیشانی و لوبای بویایی. ببینید اینا لوبهای بویایی هن که ما اینجا داریم میبینیم. خب کاملا مشخصن عصب بینایی لوب بویایی دیده میشه. و بازم میتونیم نگاه کنیم، اینا حالا عصبای حسی دیگه ای هن که توی تشریح مغز ما میتونیم تو سطح شکمی مغز ببینیم. سرخ رگ دیده میشه، سرخ رگ رو میبینیم. ببینید این قسمت، این قسمت پایین که وصل میشه به نخا، بالا بصل و نخا و پل مغزی دیده میشه. ببینید اینجا قشنگ دقیقا پل مغزی رو داره به شما نشون میده. بعد بصل و نخا پایینشه. باز اینجا لوب گیجگاهی رو داریم میبینیم، بخش تحتانی مغز مشخص، شیارهای عمیق که ما قشر مخ رو به چند تا لوب تقسیم میکنیم دیگه، لوب پیشانی، لوب آهیانه، لوب پس سری، لوب گیجگاهی. اینجا من دارم لوب گیجگاهی رو به طور کامل میبینم. از کنار داریم مغز رو نگاه میکنیم، انگار کاملا جدا شده قشنگ. یه شیار خیلی عمیقی وجود داره. باز اینجا یه شیار عمیق دیگه داره به ما نشون میده. این شیار عمیق لوب پیشانی رو داره جدا میکنه از ما. باز همین شیارها رو کامل داریم میبینیم تا برسیم به سطوح دیگه یه تشریح که قسمت‌های دیگه دیده بشه. ببینید ما کلی شیار داریم روی قشر مخ، شیارهای زیادی وجود داره، ولی یه سری شیارها خیلی عمیقن. این شیارهایی که خیلی عمیقن به من اینو نشون میدن که نیمکره ها چجوری از هم دیگه جدا میشن و چه بخشایی رو من میتونم توی این شیارهای عمیق ببینم. که ما یه شیار عمیق داریم بین دو نیمکره وجود داره، یه دونه پیشانی رو جدا میکنه، یه دونه آهیانه رو جدا، یه دونه پس سر رو جدا میکنه. که این شیارهای عمیقیه که کلن روی سطح مغز وجود داره و ما میتونیم ببینیمش. قسمت کاملا پیشانی عقب رو داره بهتون نشون میده توی این تصویر و این شیار عمیقیه که اینجا هست. آدی برای تشریح مغز ما باید یه مدتی مغز رو بذاریم توی محلولی به اسم محلول فرمالدهید که یه خورده مغز سفت بشه. تو یه راه دیگه هم هست، بذاریم توی یخچال خیلی سفت بشه، اونم امکانش وجود داره، ولی خب غالبا میذارن تو محلول فرمالدهید که کاملا مخ سفت بشه و من بتونم تشریح رو کامل ببینم. حالا قسمت‌های دیگه‌شو یه خورده بیاریم جلوتر ببینیم.
ما الان افتادیم بیرون؟ خب آقا دوباره رفرش کن. 100,000 بار دارم رفرش میکنم. بگو بیرون کلاسی. اینترنتت ایراد تو. بابا داری با چی وارد میشی؟ میلاد رفرش کن. نتتو یه بار چک کن. نت بس دیگه. من واتساپ کجا با کردی؟ اسکای روم داریم ما امروز. الان این شیار بین دو نیم کره رو داریم میبینیم بچه ها. شیار بین دو نیم کره باز میشه. این یه مقطع تقریبا عرضی از مخ زدیم. قشرش رو نگاه کنید، خاکستری مرکزش کاملا سفید داره دیده میشه و یه سری حفره هایی وجود داره که همون بطنه های مغزن. داره مقایسه میکنه، میگه آقا این برش از این قسمت مغز خورده شده و ما داریم اینو میبینیم و این شیارهایی که اینجا میبینید، این فضاهای خالی که اینجا وجود داره، در واقع اینا همون بطنه های مغز هستن. بطن یک و دو رو دارم اینجا میبینم، یعنی بطن یک و دو اینجا کاملا داره دیده میشه که زیرش تالاموس قرار میگیره در واقع. و قشر هم که داریم میبینیم قشر خاکستری رنگ، مرکز کاملا سفید. شیارها رو باز داریم در سطح قشری نگاه میکنیم و دیگه تا اینجاش همینه. یه خورده بریم جلوتر برسیم به سطح بعدی تشریح که اینجاست. خب ببینید، اگر لطفا تصویر من رو از این ور بدن، ما توی این تصویری که اینجا داریم همین برش ها و شیار ها رو داریم میبینیم. ما شیارها و برش ها رو اینجا داریم میبینیم و تو سطوح مختلف داریم تشریح و بررسی میکنیم. اگر نگاه کنی، من اولین سطح رو بیارم. خب اینجا ما داریم از سطح پشتی مغز رو نگاه میکنیم. بیایم این بر اگه لطف کنن. از سطح پشتی من مغز رو دارم نگاه میکنم. اینجا روی سطح مغز قطعا لایه های مننج و نرم شامه رو میتونم ببینم. یک شیار عمیق این وسط وجود داره، شیار بین دو نیم کره است و نیم کره چپ نیم کره راست رو میبینم و میام یه خورده پایین تر، شماره 3 کرمینس، رابطه بین دو نیم کره مخچه، و شماره 4 داریم نیم کره های مخچه رو میبینیم، چپ و راست. اگر دقت کنید تو سطح پشتی این قسمت ها دیده میشه و این قسمتی که پایین پایینه و شماره ما نزدیم اینجا، یه قسمت خیلی کوچیکی از بصل و نخا رو من میتونم اینجا ببینم و ادامهش نخا است. و توی سطح پشتی این قسمت هایی که این بالا هست، خوب دقت کنید، این قسمت هایی که این بالا هست اینا لوب های بویایی هن. یعنی در سطح پشتی تشریح من باید بدونم چه چیزهایی دیده می شود. بچه در سطح پشتی تشریح حواسمون باشه شیار بین دو نیم کره دیده میشه که این وسطش کرمینه است قطعا، وسطش جسم بینهیه. نیم کره های مخچه رو من میبینم، لوب بویایی رو میبینم، مخچه رو میبینم، کرمینه رو میبینم و بصل و نخا هم قسمتش دیده میشه. خب بریم اسلاید بعدی رو ببینیم. ببینید اینجا الان ما اومدیم اون شیاره رو یه خورده بازترش کردیم. تو سطح شکمی داریم نگاه میکنیم از پایین و چیزایی که داریم اینجا میبینیم رو نگاه کنید توی سطح شکمی ما. الان نیمکره های مخ دیده میشه، اینا نیمکره های مخن. این وسط جسم پینه ای رو میبینم که رابطه بین نیمکره های مخ هست، کاملا دیده میشه. اپیفیز یا قده پینه آل اینجا دیده میشه که محلش رو یادمونه، لبه پایینی بطن سوم، بالای برجستگی های چهارگانه، پس احتمالا اینجا برجستگی های چهارگانه است که ما داریم میبینیم. شماره 4 رو نگاه کنید، نیمکره های مخچه دیده میشه، کرمینه باز اینجا دیده میشه و نخا و بصل و نخا هم یه قسمتیش رو ما اینجا میتونیم ببینیم.
اگر اینجا نگاه کنیم توی این تصویر دارم مثلث مغزی رو بهتون نشون میدم که دقت کنید ببینید که وقتی میگیم مثلث مغزی چرا میگیم مثلث مغزی؟ چون تقریبا یک ساختاری شبیه مثلث داره و دو نیم کره مخ رو به هم وصل میکنه. قطعا پایین جسم پینه ای توی تصاویر قبلی دیدیم که پایین جسم پینه این قرار گرفته. باز اینجا داریم سطح شکمی مخ رو نگاه میکنیم، سطح شکمی مغز رو نگاه کنیم. ببینید چیزهایی که در سطح شکمی دیده میشه و چیزهایی که در سطح پشتی دیده میشه باید با هم مقایسه بشن. قطعا توی سطح شکمی لوبهای بویایی رو ما داریم میبینیم، لوبهای بویایی دیده میشن، عصب بینایی که عصب چشمه ما اینجا داریم میبینیم و تالاموس رو میبینیم، تالاموس دیده میشه. اینجا مغز میانیه، میان پایین پل مغزی رو میبینم، بعد بصل و نخا دیده میشه و ادامه نخا رو میبینم. اگر دقت کنی این هم قده اپیفیز هستش، اپیفیز هست اینجا که دیده میشه. ببینید این دوتا تالاموسه، دوتا تالاموس یه فضایی بینشون وجود داره و قده اپیفیز این پایین هست، قده اپیفیز اینجا دیده میشه تو سطح شکم. حالا یه خورده سطح تشریح رو باز کردیم، رفتیم سطح داخلی رو داریم نگاه میکنیم. توی این سطح داخلی خب جسم پینه‌ای دیده میشه، تالاموس ها دیده میشن. ببین تالاموس، دوتا تالاموس داریم میبینیم، اپیفیز رو داریم میبینیم. اینا برجستگی های چهارگانه، خوب دقت کنید، خیلی خوب واضحه برجستگی چهارگانه اینجا. ببین چهار تا برجستگیه که برجستگی های بالایی قطورتر از برجستگی های پایینی هستن، خیلی مهمه، اندازشون بزرگتره. حالا اومدیم اینجا مخچه رو بازش کردیم، مخچه رو باز کردیم، از سطح پشتی نگاه میکنیم، مخچه رو باز کردیم، بین مخچه، ببین مخچه رو بریدیم، جلوی مخچه میدونیم پل مغزیه دیگه، یه فضای خالی این وسط وجود داره که من به این فضای خالی که جلوی مخچه قرار داره میگم بطن چهار. بین مخچه و پل مغزیه میگیم بطن چهار. مثلا نخا و نخا کاملا اینجا واضح دیده میشه. حالا یه برش طولی از بغل زدیم، یه برش طولی از بغل زدیم به مغز، چیزایی که داره دیده میشه. ببینید اجسام مخطط رو اینجا میبینم، حواسمون رو جمع کنیم. اجسام مخطط تو دیواره بطن یک و دو دیده میشه، توی فضای بالایی بطن یک و دوست. اینجا تالاموسه داریم میبینیمش، برجستگی های چهارگانه رو داریم میبینیم، مسلماً نیمکره مخ داره اینجا دیده میشه و پل مغزی رو میبینیم، مخچه رو میبینیم. و اگر مخچه رو خوب اینجا دقت کنید یه ساختاری شبیه درخت داخلش وجود داره، واسه همین میگن درخت زندگی. خب و اگر حواسم جمع باشه جلوی مخچه پل مغزی است و یک فضایی بین پل مغزی و مخچه وجود داره، این فضا میشه بطن چهار، که اینجا خیلی واضح دارم بطن چهار رو میبینم. و نگاه کن این فضا رو میبینی اینجا، اینجا هم یه فضای خالیه دیگه، این بطن سه. ببین بطن سه، بطن چهار و بطنهای یک و دو همه با هم ارتباط دارن. ببین یه شیار خیلی ریزی این وسط وجود داره و همه بطنها با هم در ارتباط هم. و یه نکته خیلی مهم، اگر یادتون باشه گفتم مایه مغزی نخایی در بطنها جریان دارد. توی بطنها من مایه مغزی نخایی رو میبینم که جریان داره. و این تصویر یک تصویر خیلی مهمیه، تو کتابتون باز این رو داریم. من قسمت‌هایی که قابل پرسش هست رو براتون مشخص کردم. اینجا رابطه، ببین این لبه رو میبینی، این رابطه پینه‌ایه. ببین رابطه پینه‌ای، زیر رابطه پینه‌ای میشه مثلث مغزی، رابطه سه گوش. ببین چقدر قشنگ واضحه. ببین من میام شیار بین دو نیم کره رو باز میکنم، اینجا جسم پینه‌ای میبرم، میرسم به بطن یک و دو که اجسام مخطط تو دیواره بطن یک و دو هن. اینجا رو ببرم میرسم به رابطه سه گوش، این رابطه سه گوشه، که زیر رابطه سه گوش من تالاموس ها رو میبینم و این زیر یک فضایی به اسم بطن سوم. خب که اینجا باید اپیفیز باشه، اینجا اپیفیز لبه پایینی بطن سوم و اینجا برجستگی های چهارگانه است.
که برجستگی های بالایی اندازشون از برجستگی های پایینی بیشتر هستش. ببین مخچه رو اومدیم بریدیم، پس جلوی مخچه پل مغزیه و فضای بین مخچه و پل مغزی میشه بطن چهارم که خیلی کامل مشخص باشه. توی سوالات اینا رو این شکل رو میدن، این شکل رو میدن بهتون و ازتون میخوان که بگید اینا چیان یا مثلا چه کاری انجام میدن. حواستون خیلی خوب به این شکلها باشه. حالا من همه این شکلها رو براتون گذاشتم و آوردم و اینا هم دقیقا خود شکلهای کتاب درسیه که واسه تشریح مغز مشخص کرده این دوتا شکلو که باید قشنگ بخوری بهش، انقدر خوب بلد باشیم این دوتا شکلو که انقدر مهمه. یه نکته خوب دقت کنید بچه، این شکل رو با جزئیات یاد بگیرید، چون قطعا اگر در کنکور این شکل چاپ بشه یا توی امتحاناتون این شکل رو چاپ کنن مسلماً شکل خیلی تمیز و مرتبی نمیبینید. حدودی باید مناطق رو بلد باشید توی این شکل. حواستون رو جمع کنید اینجا. یه دونه سطح شکمی دارم میبینم، یه سطح پشتی. ببینید این سطح شکمی مغزه، این یکی سطح پشتی مغزه. دو تاشو دارم میبینم. پس سمت راست من سطح شکمی، سمت چپ من سطح پشتی. مقایسه کنیم چه چیزهایی رو در هر دو سطح من میبینم. آقا لب بویایی در هر دو سطح دیده میشه. ببین لب بویایی، لب بویایی که هر دو تا دارم لب بویایی رو میبینم. نیمکره های مخ رو دارم دو هر دو تاشون میبینم، هم سطح پشتی هم سطح شکمی. مخچه رو دارم دو هر دو تاشون میبینم. کرمینه رو دارم میبینم، رابطه بین نیمکره های مخچه. از تو سطح شکمی خب اگر پل مغزی رو بردارم کرمینه رو میبینم دیگه، و پایینش هم که نخاع. حالا توی سطح شکمی خیلی مهمه، سطح شکمی برای سطح شکمی میگن اینا لوبای بویایی هست. خب لوبه بویایی و یه منطقه داریم به اسم کیاسمای بینایی. حالا راجع به این کیاسمای بینایی مفصل با هم صحبت میکنیم که چیه. اینجا میشه مغز میانی، بعد میشه پل مغزی، مخچه و بصر و نخاع کاملا داره اینجا دیده میشه بر اساس شکل کتابت، بر اساس شکل کتاب، یعنی دو تا شکل که مبنای من هم شکل کتاب قطعا. بر اساس این شکل کتاب من میتونم یه نتیجه بگیرم که آقا در سطح پشتی شکمی لوبهای بویایی دیده میشه، نیمکره‌های مخ دیده میشه، نیمکره‌های مخچه دیده میشه، اینا رو داریم. و توی سطح شکمی چیزایی دیده میشه که در سطح پشتی نداریم. مثل چی؟ مثل بصل و نخاع رو من در سطح شکمی میبینم، پشتی نمیبینم. یا مثلا مغز میانی، پل مغزی، کیاسمای بینایی در سطح شکمی دیده میشه، در سطح پشتی دیده نمیشه. و کرمینه این ور در سطح پشتی دیده میشه، در سطح شکمی دیده نمیشه. اینا رو میتونه ازت بپرسه که کدوم در سطح پشتی دیده میشه، کدوم در سطح شکمی. و باز این دیگه درسی تصویر کتاب درسیته که من اومدم اون یکی رو برات کاملا مشخصش کردم چیه. توی این تصویر رو که کامل و واضح داشتیم ما هم دیگه، پس خوب نگاه کنیم. یه بار اینجا جسم پینه‌ای بود، اینجا بطن‌های یک و دو که اجسام مخطط رو من تو دیواره بطن یک و دو دارم اینجا می‌بینم. دیگه اینجا میشه رابط سه گوش، قطعاً زیر رابط سه گوش من تالاموس‌ها رو می‌بینم. اینجا بطن سوم، پس اپیفیز هم اینجا هست. برجستگی های چهارگانه بالایی ها بزرگتر از پایینی ها هستن. اینجا مخچه رو بریدیم میرسیم به بطن چهار که جلوش هم پل مغزیه. و این از سطح کناری مغز، ببین این فرض کن یه مغز من دستمه، این پایین میشه ساقه مغزیه. آوردم ساقه مغز رو یه خورده بالا گذاشتم که اینا یه خورده به هم نزدیک شدن. تو این تصویر باید جلوی و عقبی بودن رو خوب دقت کنی. ببین اینجا بطنای یک و دو هستن، اینجا میشه بطن سه، این تالاموسه. ببین این تالاموسه. ببین میگن در نگاه از کنار، در سطح کناری مغز، خب بطن سوم بالاتر است یا تالاموس. اگر من مغز و عمودی اونجوری که تو سرم هست نگاه کنم، خب مسلما میگم آقا بطن سوم پایین‌تر از تالاموسه. ولی در این حالت تالاموس پایین بطن سومه و بطن سوم بالای تالاموس قرار گرفته. تو این حالت دارم میبینم اپیفیز عقب‌تر از تالاموسه. تو این حالت از نظر مکانی این اپیفیزه، این تالاموسه.
میایم اینجا پل مغزی، مخچه، بطن چهار، اینجا بصل و نخاع، اینا هم برجستگی های چهارگانه هن. یعنی عقب و جلو بودن اینا رو در سطح کناری حواسم بهش باشه، کدوم جلوتره، ببین بطن یک و دو از همه جلوتره، بعد بطن سه، بعد بطن چهاره، بعد بالا و پایین بودنش، بطن سه بالای تالاموس قرار گرفته، توی نگاه از کنار. اینجا اینجا حالا چند تا جمله صحیح غلط داریم، با هم دیگه اینا رو جواب بدیم، بگید ببینم اولی درست یا غلط، به ترتیب بریم با هم. خب اولی میگه هیچ میکروبی از رگ‌های خونی مغز عبور نمی‌کند. بگین درسته یا غلطه. خب باریکلا، آفرین حسام، این غلطه دیگه. گفتیم میکروب‌ها عبور می‌کنند ولی خیلی کم عبور می‌کنند، پس این غلط. دو، میگه نرم شامه همیشه با بخش خاکستری در تماس است. بگید ببینم بدو. غلط. آفرین زهرا، تو جواب نمیدی. نرم شامه همیشه با بخش خاکستری در تماس است، غلطه. اگر برم توی کجا، نخا، قشرش سفیده، پس نرم شامه اونجا با بخش سفید در تماسه. سه، در تشریح مغز برجستگی های چهارگانه دیده میشه. آقا دیده شد یا نشد؟ بله دیده شد، برجستگی چهارگانه دیدیم دیگه. چهار، تالاموس و هیپوتالاموس جزء دستگاه لیمبیکن. میگه تالاموس و هیپوتالاموس جزء دستگاه لیمبیکن، کاملا غلط. تالاموس و هیپوتالاموس جزء لیمبیک نیستن. پنج، هیپوکامپ بالای مغز میانی و زیر تالاموس قرار دارد. خب آقا هیپوکامپ بالای مغز میانی و زیر تالاموس، کاملا درسته دیگه. ببین ما اگر در نظر می گرفتیم اینجا تالاموس باشد، اینجا هم مغز میانی بود، اینجا پل مغزی بود، اینجا بصل و نخا بود، می گفتیم هیپوکامپ کجاست، دقیقا مشخص می کردم، می گفتم آقا هیپوکامپ اینجاست بین تالاموس و مغز میانی. شیش، میگه تالاموس برخلاف هیپوکامپ زوج است، یعنی تالاموس دو تاست ولی هیپوکامپ دو تا نیست، درسته یا غلطه؟ بگو ببینم. تالاموس دو تاست، هیپوکامپ هم دو تاست، پس این غلط. هفت، همه پیام‌های حسی در تالاموس گره هم میآیند. بگو ببینم همه پیام‌های حسی میان تالاموس یا نه؟ زهرا شما جواب نمیدی؟ همه پیام های سی در تالاموس گرده هم میان غلطه دیگه، بویایی نمیومد تو تالاموس، اگه یادمون باشه پیام بویایی به تالاموس نمیرسه. هیپوتالاموس همانند بصل و نخاع در تنظیم تعداد ضربان قلب نقش، کاملا درسته دیگه، اعمال حیاتی هر دوتاشون نقش دارن، درسته. نو، علاوه بر قشر مخ، ببین میگه علاوه بر قشر مخ دستگاه لیمبیک هم در یادگیری نقش داره، کاملا درسته. ببین ما اومدیم گفتیم یه جاهایی رو داریم در یادگیری نقش دارن، مثل قشر مخ، مثل دستگاه لیمبیک، مثل مخچه، حتی مخچه هم در یادگیری نقش داشت. ده، میگه بطن چهارم بین پل مغزی و مغز میانی است. بطن چهارم بین پل مغزی و مخچه است، الان بررسیش کردیم، پس این غلط. یازده، میگه مغز میانی و برجستگی های چهارگانه به هم اتصال فیزیکی دارد. اگه یادت باشه جلسه قبلی راجع به این خیلی حرف زدم، گفتم ببین اگر اینجا مغز میانی باشه، اینجا برجستگی چهارگانه، اینا با هم اتصال فیزیکی ندارن، یک مجرایی این وسط وجود دارد، پس این جمله چیه؟ غلطیه. خب بریم با هم دیگه تست بزنیم، یه چند تا تست رو با هم حلش کنیم ببینیم چی میگه.
خب اول شما بگین، میگه به طور معمول بخشی از منج که به قشر مخ انسان چسبیده است یه جای خالی بودشه میباشد. یک میگه در ایجاد سد خونی مغزی فاقد نقشه، دو میگه با سخت چامه در تماس مستقیمه، سه میگه در برگیرنده نوعی بافت پوششی یک لایه است، چهار میگه در ساختار خود مقدار زیادی مایه مغزی نخایی دارد. چی میشه بچه ها؟ جزوه رو نداریم مگه؟ خب جزوه رو توی اسکایروم میذارم براتون و حالا جزوه فیزیکی یا کامل رو زمانی که خب کلاس تثبیت شد ایشالله جزوه فیزیکی و کامل رو بهتون میدیم. خب ببینیم چی میگه. میگه به طور معمول، حالا سعی میکنم دیگه از فصل دوم به بعد جزوه کامل رو بهتون بدم. به طور معمول بخشی از مننج که به قشر مخ چسبه، خب معلومه دیگه، آقا گفتیم مننج سه تا لایه دارد، یه لایه خارجی، این لایه خارجی، یه لایه میانی دارد، یه لایه میانی، این لایه میانی و یه لایه خیلی داخلی داره که از همه نازکتره، لایه داخلیه. ببینید این لایه داخلی سه تا لایه مننج دارد. میگه که در بخشی که به قشر مخ چسبیده، یعنی لایه داخلی مننج رو اینجا مد نظرشه، این لایه داخلیه رو داره میگه. اینجا در واقع اسم علمیش هم که بود نرم شامه ما میدونیم. میگه در ایجاد سد خونی مغزی فاقد نقشه، بالاخره رگ‌های مخ، رگ‌های قشر مخ از نرم شامه میاد دیگه، از رگ‌ها اینجا میاد. پس فاقد نقش اینجا غلطه، یه نقشی بالاخره دار. دو میگه با سخت شامه در تماس مستقیمه. آقا این با سخت شامه این بالاییه در تماس؟ نه هیچ. سه میگه در برگیرنده نوعی بافت پوششی که لایه است. آقا مگه رگ ندارد؟ مگه نرم شامه یا لایه داخلی نمیگیم رگ داره؟ پس وقتی رگ دارد در برگیرنده نوعی بافت پوششی که لایه هست دیگه، این واضحه. چهار در ساختار خود دارای مقدار زیادی مایه مغزی نخاییه. آقا مایه مغزی نخایی بین نرم شامه و لایه میانی که بهش میگیم عنکبوتی است، درون نرم شامه که نیستش. در ساختار خود میگه یه همچین داستانی دارد. پس این گزینه گزینه غلطی میشه. جواب ما گزینه سه. بریم دسته بعدی. میگه در انسان تالاموس جای خالی بود. تالاموس بگید ببینم، شما اول بگید. تالاموس و هیپوتالاموس رو مقایسه کرد. بگو ببینم. میگه تالاموس جای خالی، هیپوتالاموس میخواییم ببینیم که چه ویژگی مشترکی دارن، چه ویژگی متفاوتی دارن. دو ببینید، دونه دونه بریم. اولی میگه آقا تالاموس جای خالی، هیپوتالاموس. میگه یک، تالاموس برخلاف هیپوتالاموس جزی از ساقه، اصلا ببین اینا جزی ساقه مغز نیستن. ساقه مغز بود کی؟ بود بصل و نخا، پل مغزی، مغز میانی. اصلا اینا هیچ کدوم ساقه مغز نیستن، برو هیچ. دو میگه همانندش در انتقال پیام‌های عصبی نقشه. آقا هر چی تو مغز ما داریم، هر چی تو مخا داریم، در انتقال پیام عصبی نقش دارد. به هر حال در انتقال پیام عصبی درسته، هیچ. سه میگه برخلافش با شبکه گسترده از نورون‌ها. آقا شبکه گسترده از نورون‌ها منظور دستگاه لیمبیک است. میگه این برخلاف این با دستگاه لیمبیک در ارتباط غلطه دیگه. دستگاه لیمبیک مجموعه ای از نورون هاست که تالاموس و هیپوتالاموس رو با هم دیگه به قشر مخ متصل میکند. پس این چی؟ برخلاف غلط. چهار میگه همانندش همه اطلاعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن به تقویت میکنه. اولا تقویت براده تالاموس بود، پس همانند چی؟ چی؟ دو آقا همه اطلاعات حسی رو که تالاموس تقویت نمیکنه بجز بویایی، بجز بویایی. اینم غلط. پس جواب شد گزینه دو. خب بریم مثل بعدی. میگه کدام نادرست است؟
اینو شما بگید، اینو شما بگید. میگه اگر دستگاه لیمبیک آسیب جدی وارد شود چه اتفاقی میفته؟ در این صورت جای خالی. میگه بخشی از رفتارهای احساسی فرد عوض میشود، واکنش فرد نسبت به بو تغییر نمیکند، فرد نظر یادگیری و تا جای ناتوان میگردد، همه انعکاسهای بدن دستخوش تغییر میشوند. چند؟ دو. ببینیم آقا میگه اگر به دستگاه لیمبیک انسان آسیب جدی، اگر دستگاه لیمبیک آسیب بده، این است. در این صورت بخشی از رفتارهای احساسی فرد، آقا دستگاه لیمبیک، کار دستگاه لیمبیک چی بود؟ یادگیری عواطف احساسات، این کارها لیمبیک انجام میداد دیگه. میگه بخشی از عوض میشه، آره عوض میشه دیگه. دو، واکنش فرد نسبت به بوها تغییر نمی کند. بچه من گفتم دستگاه لیمبیک رو اگه در نظر بگیریم یه همچین چیزی، یه مجموعه از نورون ها در جلو یه اتصالی با لوب بویایی دارد، ولی گفتم لوب بویایی جزء لیمبیک نیست. این لوب بویاییه که جزء لیمبیک نیست، ولی خب لیمبیک آسیب ببینه بویایی هم بالاخره میتونه تحت تأثیر قرار بگیرد. این که میگه نمیتواند تغییر نمیکند، پس این گزینه گزینه غلطیه. سه، فرد از نظر یادگیری مطالب جدید ناتوان میشه. کاملا درست آقا، اینجا مگه هیپوکامپ نبود؟ هیپوکامپ هم که جزء لیمبیکه، آسیب ببینه مطالب جدید رو نمیتونه طرف یاد بگیره. چهار، میگه همه انعکاس‌های بدن دستخوش تغییر میشود. وایس اینجا، یا هر انعکاسی تو بدن اتفاق میفته دستخوش هم. آقا مرکز انعکاس کجاست؟ بیا اینجا ببینیم مرکز انعکاس کجاست. مرکز انعکاس یا نخاعه یا بصل نخاعه. پس انعکاس به لیمبیک ربطی نداره. میگم اگر آسیب جدی به لیمبیک وارد شود در این صورت همه انعکاس های بدن دستخوش تغییر میشه. پس این غلط. آقا من بین دو و چهار موندم، بین دو و چهار موندم، کدوم انتخاب کنم به عنوان گزینه غلط؟ خب مسلماً من اگر بویایی رو جزء لیمبیک نگیرم، این که میگه بویایی تغییر نمی کند، چه گزینه درستی؟ پس اینو ور میدارم و گزینه چهار درسته. این بعضی اخراش یه همچین اتفاقاتی توی سوالات میفته، میبینی چند تا گزینه داریم که خیلی نزدیکم به جواب. من اونی که از همه بهتره رو انتخاب میکنم. شاید دیدید یه سوالی همین رو مد نظر طراح بود، اینو گرفت غلط و گفت آقا اگه لیمبیک آسیب ببینه بویایی هم تغییر میکنه. پس من بهترین جواب رو همیشه انتخاب میکنم. استاد میپرسن چرا دو غلطه؟ توضیح دادم الان خدمتشون. توضیح بله. ببین یه بار دیگه اصلا من اینو توضیح بدم. گفتم ببین چی؟ گزینه دو میگه واکنش فرد نسبت به بوها تغییر نمی کند. ما گفتیم لوب بویایی جزء لیمبیک نیست. خب اگر لیمبیک آسیب ببینه خب میتونه بویایی تغییر نکنه، ولی در واقعیت و درستش اینه که چون لیمبیک اتصال داره به لوب بویایی، اگر لیمبیک آسیب ببینه قطعا در فعالیت این لوب بویایی هم تغییری ایجاد می شود. خب یعنی گزینه دو هم گزینه خیلی درستی نیست، فقط صرفا مد نظر طراح این بوده. این سوال قلم چی بوده بچه؟ مد نظر طراح این سوال چی بوده؟ این بوده که آقا شما آیا می دونی لوب بویایی جزء لیمبیک نیست؟ مد نظرش این بوده. ولی خب از نظر علمی و بنیادی این جمله میتونه اتفاق بیفته، یعنی لوب بویایی هم تأثیر میذاره. ولی خب گزینه چهار قطعا غلطه، یعنی اصلا انعکاس ربطی به لوب بویایی ندارد. بچه حواستون باشه دیگه، میام از اینجور سوالا تو آزمونا زیاد میبینیم. منم این سوالای آزمونا رو آوردم که خورده باهاشون آشنا بشیم، توی آزمونا به مشکل نخوریم. سوال بعد میگه کدوم نادرست است؟ دنبال جواب غلط میگرد. گزینه غلط رو میخواد، کدوم نادرست.
میگه اگر به مخچه انسان آسیب جدی وارد، مخچه آسیب مخچه توی تعادل عمل کرده، تغییر و تصحیح حرکت، کارهای تعادلی و اینا نقش داره. پس اگر مخچه آسیب ببینه، کار تعادلی فرد قطعا دچار مشکل میشه. یک، میگه در این صورت تصحیح برخی از فعالیت‌های حرکتی در فرد غیر ممکن میشه. اون که درست. دو، همه اعمال بدن غیر ماهرانه و غیر دقیق انجام میشه. درست میتونم در نظرش بگم ولی میذارم این باش بله. سه، فرد از پیشبینی فاصله خود با موانع ناتوان میگه. درسته دیگه، این تو تعادله. چهار، اختلالی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه مغز ایجاد میشه. وقتی مخچه آسیب میبینه و من میدونم که مخچه پشت ساقه مغز قرار گرفته، اینجا پل مغزیه و اینجا مخچه است، پس اختلالی در دریافت پیام ارسالی به پشت ساقه مغز ایجاد میشود. پس این جمله جمله درستی است و جواب من میشه گزینه دو نادرست. چرا؟ چون گفته همه اعمال بدن غیر ماهرانه و غیر دقیق انجام میشود. این همه اینجا مشکل ساز میشه برای من. برم سوال بعدی. در انسان پل مغزی در جای خود قرار داره. پل مغزی کجاست؟ محلشو میخواد بگه. ببین کاملا آناتومیکی ساختار مغز رو با هم باید بلد باشه. شما نداریین آیه دکتر حقیقتو زنگ زد گفتن از عباس تماس گرفتن یه بار کلاس رو باید ببندیم دوباره بیاریم بالا. بابا؟ آره، چون یه نفر دیگه باید بیاد. خب یه دو دقیقه بریک بدیم با آقایون. بله بچه یه دو دقیقه صبر کنید، ما یه کلاس یه بار بسته میشه دوباره میاد بالا، یه بار کلاس رو میبندن دوباره میارن بالا. میرم تو سطح شکمی مغز. توی سطح شکمی مغز اگه نگاه کنم، اینجا جسم پینه‌ای برشی زدیم، رسیدیم به جسم پینه‌ای. نیمکره‌های مخ رو داریم میبینیم، اینجا اپیفیز کاملا مشخصه، نیمکره‌های مخچه، اینجا هم کرمینه دیده میشود. البته در شکل کتابتون کرمینه مشخص نیست، این یک تصویر دیگه است. حالا شکل کتاب هم میارم میبینیم. اینجا ما اومدیم یه قسمتی از سطح شکمی رو باز کردیم و وارد فضای تشریح شدیم. خوب اینو دقت کنید، شکل بسیار مهمیه. حواس و جمع. ببین این وسط شیار بین دو نیم کره بوده. من شیار رو باز کردم و جسم پینه‌ای اینجا را ببینا. این جسم پینه‌ای. این جسم پینه‌ای. جسم پینه‌ای رو بیام پایینش می‌بینم بطن‌های یک و دو وجود داره. این سوراخ‌ها بطن‌های یک و دو. بطنه یک و دو رو دارم میبین و پایین بطنه اینجا مثلث مغزیه. ببین ببین میگن مثلث مغزی و زیر مثلث مغزی من تالاموس رو اینجا ها میبینم. جا تالاموس. خب بریم یه سطح دیگه مغز. باز توی سطح شکمی داریم نگاه میکنیم. توی سطح شکمی لوب بویایی دیده میشه. ببین لوب بویایی رو دارم میبینم. عصب بینایی رو میبینم. اینجا ما مغز میانی رو میبینیم. تالاموس ها دیده میبینیم. تالاموس اینم تالاموسه. یه شیار این وسط، یه فضای بین وسط تالاموس و زیر تالاموس وجود داریم. بطن سه که لبه پایینی بطن سه اپیفیزه. اینا این اپیفیزه که در لبه پایینی بطن سه کاملا مشخص هستش. من دارم میبینم و خب اینجا بصل و نخا رو میبینم که در سطح پشتی بصل و نخا رو نمیدیدم. ببین یه چیزای مشترک بود سطح پشتش. یعنی لوب بویایی مشترکه، نیمکره های مخ مشترکه، نیمکره های مخچه مشترکه، ولی در سطح
شکمی من بصل و نخاله از سطح پشتی نمیدیدم، در سطح پشتی کرمی نمیبینم، در سطح شکمی نمیبینم. بیایم اینجا، اینم یه خورده برش زدیم و اجزا رو داریم واضح تر میبینیم. اجسام مخطط، بچه یادمونه اجسام مخطط تو دیواره بطنای یک و دو بودن، اجسام مخطط دارم میبینم که مایه مغزی نخاعی رو ترشح میکنه و اینجا اپیفیز لبه پایینی بطن سوم. برجستگی های چهارگانه رو ببین چقدر مشخصه، ببین برجستگی های بالایی بزرگتر از برجستگی های پایینی هستن. اینجا ما مخچه رو بریدیم، از پشت دارم نگاه میکنم دیگه، مخچه رو ببرم جلوش پل مغزیه و یه فضایی بین اینا بود، بطن چهار رو اینجا دارم میبینم توی تشریح، از کنار دارم مغز رو نگاه میکنم که حالا یه تصویر خیلی بهتر از این داریم. توی این شکل خیلی مهمه، این شکل بسیار مهمه، همه یه اجزا رو توش مشخص کردم و میتونه از این خیلی سوال بیاد. ببینید اینجا شیار بین دو نیم کره است، این میشه جسم پینه ای، این جسم پینه ای، زیر جسم پینه ای بطنای یک و دوه، تو دیواره بطنای یک و دو ما اجسام مخطط رو میبینیم و کفش زیر بطنه. ببین این رابطه سه گوشه، این رابطه سه گوشه، من اگر این رابطه سه گوشه در نظر بگیرم پایینش دو تا تالاموس داره، یه تالاموس دو تالاموس، یه رابطی هم بین دو تا تالاموس اینجا وجود داره. پایین تالاموس بطن سوم، اینا بطن سوم که لبه پایینی بطن سوم اپیفیزه، اوده پینال، زیر اپیفیز برجستگی چهارگانه است که خب بالایا بزرگتر از پایینی ها. مخچه رو بریدین میبینید درخت زندگی واضح در مخچه دیده میشه، ساختاری شبیه درخت میره میاد درخت زندگی. و من اگر این مخچه رو از پشت ببرم به بطن چهار میزنم، جلوش پل مغزیه. این دو تا تصویر تصویرهای کتاب درسی هست، خب اونا تصویرهای بودی خب اونا تشریح گرفته بودیم، اینا تصویرهای کتاب درسیه که شما داریم. الان سمت راست من سطح پشتی رو داری میبینیم، سمت چپ من سطح شکمی رو داری میبینیم. توی سطح پشتی چه چیزهایی مشخصه؟ یه بار دیگه بگیم، لوب بویایی نیمکره های مخ دو سطح شکمی، سمت راست سطح شکمیه، لوب بویایی رو دارم میبینم، نیمکره های مخ رو میبینم. کیاسمای بینایی رو الان به توضیح میدم چیه، مغز میانی، پل مغزی، مخچه، بصل و نخاع. ولی تو سطح پشتی لوب بویایی، نیمکره های مخ، شیار بین دو نیمکره، کرمینه، مخچه و نخاع. ببین اینجا کرمینه رو میبینم، اینور کرمینه رو نمیبینم، اینجا پل مغزی رو میبینم، اینور پل مغزی نمیبینم، اینجا بصل و نخاع میبینم، اینور بصل و نخاع نمیبینم. در واقع من ساقه مغز رو اینجا دارم میبینم، اینجا ساقه مغز اصلا قابل مشاهده نیست، چون نه پشت نگاه و مخچه جلوی ساقه مغز رو گرفته. این دو تا تصویر، توی این تصویر چه اتفاقی افتاده؟ من مخ رو برداشتم، ساقه مغز رو آویزون دیگه، ساقه مغز رو خم کردم آوردم بالا، ساقه مغز رو خم کردم آوردم بالا. اینجا اتفاقی که داره میفته چیه؟ آقا بطن سوم رو دارم اینجا میبینم، اینجا بطن یک و دوه، ببین بطن یک و دو، بطن سوم، تالاموس. ببین اینجا میاد بازیت میده، اگر من مغز رو از بالا نگاه کنم، اینجا ببین مغز رو از بالا عمودی قرار بگیره، اگر اینجا تالاموس باشه بطن سوم اینجاست، پایین تالاموسه. خب ولی اگر از بغل نگاه کنم اینجا تالاموسه و بطن سوم بالای تالاموسه. اینا به تو سوال میگه، میگه اگر مغز رو از بغل نگاه کنیم، نگاه کناری، سطح کناری مغز، یا اگر برش بزنیم مغز رو، اگر بخش کناری نگاه کنیم، خب میبینیم بطن سوم بالای تالاموسه، ولی در حالت کلی خب من میگم بطن سوم پایین تالاموسه. اینجا اپیفیز رو میبینم، ببین جلو عقبش مهمه، بطن یک و دو، تالاموس و بطن سوم، اپیفیز، اپیفیز پشت اینا قرار میگیره، ولی اگر مغز در حالت عادی باشه اپیفیز پایین ایناست، اینجا میشه پشتش. این برجستگی های چهارگانه است، اینجا میشه پل مغزی، بطن چهارو، مخچه و بصل و نخاع، که این یکی شکل دارم که مفصل است. فیلم ها همه ضبط میشه، توی کانال اندیشه گذاشته میشه دیگه بچه، توی سایت اندیشه، توی توی آپاراتش قرار داده میشه همه فیلم ها. خب
بیام اینجا من چند تا تست داشتیم ما هم دیگه حل میکردیم این تست هم بگم بعد برم سراغ نخا. بیان این بر با من بیان این بر خب میگه در انسان پل مغزی در جای خالی قرار دارد. از نظر مکانی داره پل مغزی رو اینجا بررسی میکنه. ببین اینجا مغز میانیه، اینجا پل مغزیه، اینجا بصل و نخاع میان پایین میرسن به نخاع. خب اینجا مخچه قرار میگیره، اینجا هم تالاموس قرار میگیره. خوب دقت کن، اینم برجستگی های چهارگانه است که پشت مغز میانی است. خب پل مغزی، این پل مغزی، این پل مغزی گزینه اینکه پایین‌تر از مغز میانی، مغز میانی پل مغزی پایین‌ترشه. خب درسته، فعلا پایین‌ترین بخش مغز، پایین‌ترین بخش مغز میشه بصل و نخاع. هیچی مجاورت هیپوتالاموس نه، بالاترین بخش ساقه مغز میشه مغز میانی. بس این گزینه ایراد داره. هیچی بریم جلو یه تست راجع به تشریح مغز با هم بزنیم. اینجا این سوال رو شما اول به من جواب بدید. میگه که در مورد موقعیت ساختارهای مغز گوسفند چند مورد از عبارتهای زیر درست مشخص شده. الف میگه پایین بطن سه اپیفیزو داریم. ب میگه درون بطن، بطن جانبی یعنی بطن یک و دو اجسام مخطط رو داریم. برجستگی های درون نیمکره های مخ میشه اجسام مخطط. جلوی برجستگی چهارگانه بالای تالاموس هیپوتالاموس رو داریم. بخش نزدیک برآمدگی های بزرگتر برجستگی چهارگانه مخچه است. ببینم کی میگه. خب سارا سه، حسام چی میگی؟ ببینید دقت کنیم، حواسا جمع، حواسا اینجا. ببین چی میگه، دونه دونه ببین. میگه پایین بطن سه اپیفیز، از این جمله کتابه، لبه پایینی بطن سه وام اپیفیزو داره. هیچ، درست. به میگه درون بطن جانبی اجسام مخطط. چقدر گفتم، چند بار گفتم اجسام مخطط در دیواره بطن یک و دو بطن جانبی، درست جیم. برجستگی های درون نیمکره های مخ همون اجسام مخططه؟ نه، هیچ. دال جلوی برجستگی چهارگانه بالای تا اصلا به اسمش هیپوه، هیپو، هایپو، زیر، زیر تالاموس، نه بالای تالاموس. بخش نزدیک به برآمدگی های بزرگتر برجستگی های چهارگانه. آقا برجستگی چهارگانه اینها ها بالایی بزرگه، پایینی کوچیکه. این جلو میشه مغز میانی، اینجا میشه پل مغزی، اینجا میشه مخچه. خب میگه بخش نزدیک برآمدگی های بزرگ برجستگی چهارگانه مخچه است، نخ این برآمدگی کوچیکه. درست شد؟ پس این غلط. چند مورد درست است؟ دو مورد. خب بریم بعدی. چی شده؟ توی دیواره بطن دیگه، فضای دیواره بطن میتونم بگیرم درون بطن، اشکال نداره. ببین من اگر شکل تشریح رو بیارم، بذار اینجا رو ببینیم، یه بار دیگه نشونش بدم. ببین اینجا این فضا مگه بطن نیست؟ ببین این بطنه دیگه،
اینا بطنای جانبی هم دیگه. اجسام مخطط رو ببین تو بطن دیگه اینا. خب بیام اینجا، بیام یه توضیحی راجع به نخا داشته باشیم بچه‌ها با هم دیگه، یه بررسی راجع به نخا. ببینید من اگه بخوام راجع به نخا صحبت کنم، من میخوام یه کاری انجام بدم. فرض کنیم این نخاه، این نخا، من میخوام یه برش عرضی از نخا بزنم، یه برش عرضی بزنم، بیام اینجا نخا رو نگاه کنم، ببینم چی میبینم. من اگه نگاه کنم یه همچین چیزی واضح میشه برای من. خوب دقت کن، خوب ببینید توی نخا یه بخش خاکستری رنگ داریم، یه بخش سفید رنگ داریم. ما الان میدونیم که بخش قشری نخا خاکستری، بخش قشری نخا سفیده و بخش مرکزی نخا خاکستریه. یعنی من اگر یه همچین تصویری برای نخا در نظر بگیرم و میام اینجا رو برات خاکستری میکنم که بدونی بخش مرکزی خاکستریه، بخش قشری سفیده. خب من میام یه کاری بکنم، خوب دقت کن، حواسو جمع. فرض کنید این نخاه، خب این نخاه، من اگه نگاه کنم یه قسمت نخاه به سمت جلو و به سمت شکم قرار گرفته، یه قسمت نخاه به سمت عقب و به سمت پشت قرار گرفته. یعنی نخاه یه سمت شکمی داره یه سمت پشتی داره. خب اگر بخوام اینجا مشخص کنم سمت پشتی و سمت شکمی رو، دقت کن آقا، از کجا بفهمیم کجا پشتیه کجا شکمیه؟ من یه خط فرضی اینجا میکشم، ببین اینجا رو میگم سطح شکمی، ببین اینجا رو میگم سطح شکمی، اینجا رو میگم سطح پشتی. آقا از کجا بفهمیم کجا شکمیه کجا پشتیه؟ از کجا بفهمیم؟ میگم ببین اونجایی که فرو رفتگی دارد سطح شکمیه، یعنی من سطح شکمی رو از این فرو رفتگی تشخیص میدم. اینجا میشه سطح شکمی، اینجا میشه سطح پشتی. حالا ببین یه سری اعصاب پیام‌های وارد نخا میشه، دونه دونه بررسی کن. ببین در سطح پشتی، در سطح پشتی یه نورون حسی میاد، یه نورون حسی میاد و پیام حسی رو میاره توی نخا. این شکل پیام حسی رو وارد نخا میکنه. بعد این نورون حسیه میاد با یک نورون رابط سیناپس میده اینجا، این نورون رابط. بعد این نورون رابطه میاد با یک نورون حرکتی سیناپس میده، ببین این نورون حرکتی، و نورون حرکتی از اینجا میاد بیرون. چی دارم اینجا میبینم؟ حواسا جمع، گوش بده. ببین الان اینی که از پشت اومد یه نورون حسی بود، خب این یک نورون حسی، اینی هم که از شکم داره میره بیرون یه نورون حرکتی. من اگه بخوام نامگذاری کنم این بخش ها رو، خوب دقت کن، الان اینجا چی میبینم؟ این الان دندریت نورون حسیه دیگه، این دندریتش، این الان میشه جسم سلولیش، جسم سلولی نورون حسی. و این قسمتی که داری شما میبینی اینجا، این هم میشه آکسون نورون حسی. خب این مجموعه، این قسمت که پیام رو داره وارد نخا میکنه، به این پیام داره تو نخا، من به این میگم ریشه پشتی. مگه از سطح پشتی وارد نمیشود؟ اینو از سطح پشتی داره میاد دیگه. پس من به این میگم ریشه پشتی. پس ریشه یه پشتی چی داره؟ من در ریشه یه پشتی چی میبینم؟ دندریت، جسم سلولی و آکسون نورون حسی. فقط نورون حسیه تو ریشه یه پشتی. این نورون حسیه میاد این تو. ببین این برم داریم،
یه همچین داستانی رو ما این برم داریم. ببین آه این نورون حسی میاد اینجا سیناپس میده با یک نورون رابط، این نورون رابط و اینجا یک نورون حرکتی میاد و اینجا چی میشه؟ خارج میشه. الان این چیزی که اینجا شما داری میبینی این میشه ریشه پشتی. من به این میگم ریشه پشتی. خب پس ریشه پشتی چه نورونی حسی؟ قطعا نورون حسی، هیچ نورون دیگه ای نمیتونه باشه. این نورون حسی. کجای نورون حسی؟ دندرید جسم سلولی آکسون. آقا جسم سلولی نورون حسی رو آیا من تو نخا میتونم ببینم؟ نه نمیتونم ببینم. جسم سلولی نورون حسی بیرون نخا اینجاست. آقا دندرید نورون حسی رو من تو نخا میتونم ببینم؟ نه دندرید نورون حسی اینجاست بیرونه. آقا آکسون نورون حسی تو نخا هست؟ بله آکسون نورون حسی تو نخا هست. حالا یه سوال شما هم بگوشید همه جواب بدم. آیا آکسون نورون حسی وارد بخش سفید نخا می شود؟ بگو ببینم. تو شکل من کاملا واضحه. حساب سیناپس ارتباط دو تا سلول عصبی دیگه. نه آره میتونه یه همچین اتفاقی بیفته. ببینید اینجا دقت کنید، اینجا دقت کنید. ببینید توی این شکل من دارم میبینم آکسون نورون حسی میاد اینجا و اصلا وارد بخش سفید نمیشه، بخش خاکستری تا قشر ادامه پیدا میکنه و این آکسون ادامه میده میه توی بخش خاکستری. بعد اینجا میای یه نورون رابط میبینی. حالا ببین یه دونه نیست، اینا چندین ارتباطه. ما یه دونه مثالش رو گشتیم، حسی، یه دونه رابط و یه حرکتی. الان اینجا این نورون حرکتیه من دارم میبینم. کجاهایی؟ ببین الان نورون رابطی که من اینجا دارم میبینم هم دندیدشو میبینم، هم جسم سلولیشو میبینم، هم آکسونشو میبینم. یه سوالی میتونم بگم نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخا وجود دارد؟ بگید ببینم میشه یا نمیشه. نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخا است، میتونم بگم یا نه؟ بگید ببینم. بقیه توی ریشه پشتی نه، توی این سوالی که می‌پرسید تو ریشه پشتی نه. یک چیز دقت کن، اگر به من گفتن نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخاع است، غلطه، چون توی مغز هم هست، پس من اینو نمیتونم بگم. ولی اگر بگم نورون رابط در نخاع فقط در بخش خاکستری است، کاملا درست، این درست میشه. اینجا میام نورون حرکتی رو میبینم. کجاهای نورون حرکتی رو میبینم؟ ببین این دندریتشه، این جسم سلولیه، این جسم سلولیه، از اینجا به بعدم آکسونشه. ببین من در بخش خاکستری نخاع دندریت نورون حرکتی رو میبینم، جسم سلولی نورون حرکتی رو میبینم، آکسون نورون حرکتی رو میبینم. حالا آکسون نورون حرکتی کجاست؟ در بخش خاکستری هست، در بخش سفید هست، میاد اینجا میره بیرون نخاع هست و این قسمتی که داره یه چیزی از نخاع خارج میشه، ببین اینجا داره نخاع میاد بیرون دیگه، به اینجا من میگم ریشه شکمی. این میشه ریشه شکمی که آقا ریشه شکمی فقط و فقط نورون حرکتی است. ببین نمیگم یک نورون حرکتی، میگم نورون حرکتیه. تو ریشه شکمی من نورون حسی نمیبینم، نورون حرکتیه. خب آقا کجای نورون حرکتیه؟ فقط آکسون، فقط آکسون نورون حرکتیه اینجا.
ببین ریشه پشتی هم دندریت میدیدم، هم جسم سلولی میدیدم، هم آکسون، ولی ریشه شکمی فقط آکسون نورونای حرکتی رو میبینم. پس پشتی همیشه حسیه، شکمی همیشه حرکتی. حالا اینجا رو دقت کن، حواسا جمع، حواسا جمع باشه. ببین اینجا یک نورون حسی دندریتش، حالا یکی یا چند تا پیامو دارم میارم به سمت نخا، و اینجا هم نورونای حرکتی دارن پیامو از نخا میبرن بیرون. ببین ما عصب رو قبلا تعریف کردیم، گفتیم آقا عصب چیست؟ عصب مجموع چند دندریت یا مجموع چند آکسون یا مجموع چند آکسون و دندریت با هم دیگه که یه بافت پیوندی دور اینا رو گرفته. من میگم عصب، این میشه عصب. الان من اینجا رو نگاه کن، اینجا رو ببین، حواسا جمع. ببین من اینجا یه خطی میکشم، من این مجموعه رو میگم یک عصب نخایی، یک عصب نخایی. ببین عصب نخایی از اینجا به اینوره ها، اینجا من عصب نخایی ندارم ها، عصب نخایی اینوره. آقا عصب نخایی توش چی داره؟ ببین دندریت نورون حسی، دندریت نورون حسی و آکسون نورون حرکتی. این آکسون حرکتیه، من اینا رو میبینم. این برم باز عصب نخایی میبینی. ببین این مجموعه، این میشه عصب نخایی. آقا من اینجا چی دارم میبینم؟ پس نگاه کن، یه خط اینجا بکشم بذار. آه من اینجا دارم یه جفت عصب نخایی میبینم، یعنی یه عصب نخایی این بر، یه عصب نخایی این بر، دو تا عصب نخایی شد جد یه جفت عصب نخایی. دقت کن، حواس جمع. ببین ریشه یه پشتی جزء عصب نخایی نیست، عصب نخایی از اینجا به این بره، ریشه یه شکمی جزء عصب نخایی نیست، نورون رابط جزء عصب نخایی نیست. من جسم سلولی نورون حسی رو در عصب نخایی نمیبینم، عصب نخایی اینجاست. فهمیدی چی شد؟ سارا همیشه نه، همیشه نه، در اکثر موارد. ببین حالا اسم میهمان، اسمتو نمیدونم چیه، اسمتو بگو. زهره، زهره ببین اینجا رو من توی ببین خود عصب، توی خود عصب من سیناپس نمیبینم. عصب، تعریف عصب رو یاد بگیر. ما گفتیم تار عصبی چیه؟ تار عصبی یه دندریت بلنده یا یه آکسون بلنده. حالا عصب چیه؟ مجموع چند دندریت یا مجموع چند آکسون. اینا نمیتونن منقطع بشن، یعنی یه عصب وسطاش قطع و وصل نمیشه، یه پارچه میره، یعنی نمیتونه وسطش چندین تا سیناپس، یک پارچه است یه عصب کامل. قبل از اینکه عصب نخایی به وجود بیاد، من آره چندین تا سیناپس اینا از این بر اون بر میان، اینجایی که به هم رسیدن یه پارچه شدن میشن عصب نخایی. ببین قبل از اینکه برسه به اونجای نخا، قبل از اینکه برسه به اینجا، آره گرفتی؟ این اصلا سیناپس نباید ببینم، اصلا نباید ببینم. الان اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. پس ما نه نورون رابط در عصب نخایی میبینیم، نه دندریت نورون حرکتی رو میبینیم، نه جسم سلولی رو میبینیم، نه پراکسون حرکتی میبینیم. این میشه یک برش عرضی از نخا که من دارم اینجا میبینم. یه چیزی رو دقت کنید، ما یه تعریفی کردیم، گفتیم یک دستگاه عصبی مرکزی داریم، یک دستگاه عصبی محیطی داریم. مرکزی شد مغز و نخا، مغز و خود مغز و خود نخا میشه دستگاه عصبی مرکزی. یعنی ببین این عصبای نخایی که دارن به اینجا وارد میشن یا از اینجا میرن بیرون،
جزء دستگاه عصبی مرکزی نیستن، جزء محیط هم دیگه، دارن از محیط اضافه میشن، از محیط دور میشن. اینجا این اتفاق داره میفته، جزء محیطی هم. ما اگر نگاه کنیم توی بدنمون، ما 31 جفت عصب نخاعی داریم، 31 جفت عصب نخاعی. دقت کن، 31 جفت یعنی 31 از این شکلاتی کشیدم، یه عصب نخاعی این بر یه دونه این بر میشه 31 جفت. 31 جفت عصب نخاعی یعنی 62 عدد عصب نخاعی، 62 عدد عصب نخاعی. حالا آقا هر عصب نخاعی یه ریشه پشتی داره، یه ریشه شکمی، یه دونه پشتی یه دونه شکمی، درسته؟ پس وقتی من 62 تا عصب نخاعی دارم، پس 62 تا ریشه پشتی دارم، 62 تا ریشه پشتی دارم، 62 تا هم ریشه شکمی دارم که مجموع اینا میشه 124 تا ریشه نخاعی. چیزی که ما داریم 31 جفت عصب نخاعی یعنی 62 عدد عصب نخاعی، یعنی 62 تا ریشه باشی، 62 تا ریشه شکمی، 124 تا ریشه. گرفت شد؟ حالا سمبادی بارو سمبادی فعلا کاری ندارم، باش کاری ندارم، سمبادی که بارو سمبادی هرچی تعدادشو فعلا اینو بدون. حالا یه اینجا ما یک فرایندی داریم به اسم انعکاس. خب راجع به انعکاس یه صحبتی بکنم با اتون. بچه اینجا رو دقت کنید، میخوام راجع به انعکاس عقب کشیدن دست صحبت کنم. انعکاس عقب کشیدن دست. خب اول اصلا یاد بگیرم انعکاس یعنی چه، انعکاس چیست. ببین انعکاس نوعی پاسخ غیر ارادی است، یه پاسخ غیر ارادی که فقط در مهرداران دیده میشه، بی مهران نداره. مثلا من دستمو میزنم به یه جسم داغ، دستمو میکشم، میشه انعکاس عقب کشیدن دست. یا مثلا رفتیم دکتر، میاد به زانومون یه چکشی میزنه، پاهم پرت میشه جلو، انعکاس ضربه زیر زانو میگن. مثلا نمونه های خیلی زیادی از این انعکاس ها هست. مثلا بچه که به دنیا میاد، میبرنش پیش دکتر، اگه دلاشه این خودکار کف پاش میکشن، این خودکار میکشن، ممکنه پای بچه جمع بشه انگشتا یا باز بشه. حالا ببینید آزمایش برونسکی مثبت یا منفی، این هم یک انعکاس هست. یعنی فعالیت غیر ارادیه، من دست خودم نیست، دستم میخوره به یه جسم داغ، ناخودآگاه دستم رو میکشم، یک فرایند غیر ارادیه و باید این فرایند سریع انجام بشود. واسه همین انعکاس ها دو تا مرکز دارن کلن در بدن ما، یا مرکز انعکاس ها نخاعه یا مرکز انعکاس ها مغزه. آقا چرا نخاع؟ نگاه کن، وقتی من دستم میخوره به یه جسم داغ، قرار باشه دستور از دست من بره تو نخاع، از نخاع من بره تو مغز، بعد مغز من تصمیم بگیره دستور رو بفرسته به نخاع، دوباره نخاع من دستور بده به دستم که دستم بکشم عقب. اوه کلی طول میکشه این، که متأم موقع دستم سوخته. ولی اگر این فرایند انعکاسی انجام بشه و مغز رو از این شبکه حذفش کنم، یعنی دستم بخوره به یه جسم داغ، دستور بیاد تو نخاع من و نخاع من خودش دستور بده به دستم بکشم، خیلی سریع انجام میشه، میشه انعکاس. انعکاسی که مرکزش تو نخاع. آقا ما از کجا بفهمیم چه انعکاسی مرکزش تو نخاع، چه انعکاسی مرکزش تو مغزه؟ یه مثال دیگه بزنم. آقا یه هم میدونی اصلا یه انگشتی میاره سمت ششت، ناخودآگاه ششت رو میبندی، از خودت نیست که، این انعکاس. ببین منطقی نیستش که این دستور از پلیک من بره به نخاع من. خب مغز من اینجا نزدیکتره مسلمن، خب دستور میده تو مغز من دیگه که سریع‌تر انجام بشه.
ببین اینجوری به بگم راحت تر یاد میگیری. انعکاس های گردن به بالا مرکزش تو مغز بصل و نخاعه و انعکاس های گردن به پایین مرکزش توی نخاع هست، یعنی محلی که این انعکاس انجام میشه نخاع. حالا آقا آکسون نورون حسی و دندیت نورون حرکتی بیشتر جزء محیطی، حالا یه قسمت هایش تو مرکزی هم ممکنه دیده بشه. آره آره حسن میشه حسن یه چیز رو دقت کن اینجا حواس باشم. آقا انعکاس اصلا چه جور حرکتیه؟ ببین خوب دقت کن، دستگاه عصبی محیطی، دستگاه عصبی محیطی من میام اینجوری تقسیم بندیش میکنم به یک بخش حسی، یک بخش حرکتی و یک بخش رابطی که ارتباط حسی و حرکتی رو برقرار میکنه. آقا بخش حسی اون نورون های حسی هستند که دستور رو دارن دست و پای رو جمع میکنن میارن به سمت مغز و نخاع. بخش حرکتی دارن دستور حرکتی رو میدن به اندام ها. خب خود بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی به دو بخش تقسیم میشه، بخش پیکری و بخش خودمختار. آقا اینا چی هن؟ این چه تقسیم بندیه؟ میگم آقا بخش قرار دستور بده دیگه، قرار دستور بده به ماهیچه ها، به عضلات، دستوری باید حرکتی دیگه، دستور حرکت بده. بخش پیکری فقط دستور میده به ماهیچه اسکلتی، به ماهیچه اسکلتی این دستور، یعنی ارادی، کار ماهیچه های ارادی. و بخش خودمختار دستور میدهد به ماهیچه صاف و ماهیچه قلبی، قلبی و صاف در دستور. اصلا اسمش خودمختار، خود به خودم خودمختار است، اراده من تحت تأثیر این نیست. پس بخش خودمختار کاملا یک فرایند غیر ارادی داره انجام میده، غیر ارادی، هیچی تحت مشخص. ولی برام سوال بخش پیکری، آقا بخش پیکری ارادی هست و غیر ارادی؟ خب میگه آقا ماهیچه اسکلتی ارادیه دیگه. ولی بخش پیکری میتونه کار غیر ارادی هم انجام دهد که همین انعکاسه. آقا پس انعکاس رو دستگاه عصبی محیطی کنترل میکنه؟ آره. بخش حسی یا حرکتی حرکتیش، بخش پیکری یا خودمختارش پیکری. پس یه نتیجه بگیرم، آقا انعکاس فقط در ماهیچه‌های اسکلتی دیده میشه، ماهیچه صاف انعکاس ندارد. انعکاس برای ماهیچه اسکلتی، ببین هر جایی دیدی گفت انعکاس یه ماهیچه صاف، این جمله اصلا غلطه. مثلا میگه بگه آقا انعکاس ماهیچه بنداره ابتدای راسروده، آقا اصلا همچین چیزی ما نداریم، ابتدای راسروده ماهیچه صاف این انعکاس نداره. یا مثلا میگه انعکاس بنداره کاردیا ندارد، اصلا ندارده، صافه. ماهیچه اسکلتی انعکاس فقط داره، ماهیچه صاف اصلا نمیتونه انعکاس داشته باشه. پس فرایندهای انعکاسی برای ماهیچه‌های اسکلتی فقط صرفاً، یعنی جای دیگه نمیتونه داشته باشه. خب پس پیکری هم کار غیر ارادی داره. آقا اصلا ماهیچه اسکلتی هم کار غیر ارادی داره. ببین یه سری کلمات رو بیا یاد بگیر، یه سری کلمات رو بیا یاد بگیر. بذار یه صفحه سفید پیدا کنم. خدا رو شکر همه جا هم پره. بیا اینجا می‌نویسم. آقا یه زمانی بهت میاد اینو میگه، میگه آقا ماهیچه ارادی کیست؟ میگه ماهیچه اسکلتی، این حل. یه زمانی بهت میگه آقا ماهیچه غیر ارادیه، ماهیچه غیر ارادی رو میگه ماهیچه صاف، ماهیچه قلبی. یه زمانی میگه آقا ماهیچه هایی که
فعالیت غیر ارادی دارند. فعالیت غیر ارادی دارند. وقتی میگه ماهیچه که فعالیت غیر ارادی دارد، هم میشه صاف، هم میشه قلبی، هم میشه اسکلتی. اسکلتی هم یه ماهیچه که فعالیت غیر ارادی میتونه داشته باشه موقع انعکاس. ولی اگر اومد اسم ماهیچه غیر ارادی رو برد، یعنی ماهیچه صاف. پس ماهیچه اسکلتی هم میتونه فعالیت غیر ارادی بشه، نه ماهیچه غیر ارادی ها. ماهیچه غیر ارادی بهش نمیگیم. نه دیگه، حسام، کار دیگه انجام نمیده غیر ارادی باشه. این در اینجا. پس آقا، ماهیچه اسکلتی من هم میتونه کار غیر ارادی داشته باشه توی بحث انعکاس، که میتونه کار غیر ارادی انجام بده و پر انعکاس دیگه. پس انعکاس داره ماهیچه اسکلتی. حالا من میخوام یه انعکاسی رو مثال بزنم، انعکاس عقب کشیدن دست. یعنی قرار دستم بخوره به یه جسم داغ و دستم بکشم عقب. پس قطعا مرکز این انعکاس مخا است دیگه، چون دست من دستو رو میبره به مخا، بهتره، نزدیکتره تا اینکه دستو رو ببره به مغز. این راحت‌تره دستو رو بیاره به مخا، مخا دستو رو من دستم بکشم عقب. من میخوام این انعکاس رو بررسی کنم. بیایم جلو، یه صفحه خالی پیدا بکنم، این انعکاس رو با هم ببینیم. ببین من یه شکلی بکشم اینجا، فرض کنیم اینجا نخواه، اینجا استخون بازوه، اینجا ساعده که خب یه زند زبرین داره، یه زند زیرین داره، اینجا هم مثلا انگشتای استخونای کف دست مثلا. خب میخواد یه اتفاقی بیفته. چه اتفاق قراره بیای دستمون بخوره به یه جسم داغ؟ مثلا فرض کنید یک شمع است، اینم یک شعله شمع، مثلا انگشته برخورد کرده با یه جسم داغ، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. ببینید یه چیز دیگر رو یاد بگیر، یه چیز دیگر رو یاد بگیر. نه این بر، این تصویر من این بر بده. ببینید ماهیچه های بدن ما غالبا جفت جفت عمل میکنن. یعنی چی آقا جفت جفت عمل میکنن؟ یعنی نگاه کن، من میخوام دستم رو خم کنم بیارم بالا، باید ماهیچه جلوی بازوم منقبض بشه و عقب بازوم استراحت کنه، برعکس همه. یا مثلا میخوام دستم رو باز کنم، ماهیچه عقب بازوم باید منقبض بشه و ماهیچه جلوی بازوم استراحت کنه. اینا برعکس هم عمل میکنن. یا مثلا پای منو نگاه کنید، من میخوام پای راستم رو ببرم به سمت جلو، ببین اینو میخوام خم کنم ببرم جلو، چه اتفاقی باید بیفته؟ باید ماهیچه جلوی ران من منقبض بشه، ماهیچه عقب ران استراحت کن. یا باید بخوام بگیشم عقب، عقب ران منقبض میشه بالایی است. اینا برعکس هم عمل میکنن. من اگر دستم بخوره به یه جسم داغی بخوام دستم بکشم عقب، باید ماهیچه جلوی بازوی من منقبض بشود و ماهیچه عقب بازوی من استراحت کنه که این فرآیند انجام بشه. بیا این بر، این بر ببین چی میشه. الان این ماهیچه ها رو برات مشخص کنم. این ماهیچه از جلوی بازو، این ماهیچه جلوی بازوه که ما بهش میگیم ماهیچه دو سر بازو، این ماهیچه عقب بازوه، من بهش میگم ماهیچه سه سر بازو. اسمشون رو بذارم، این جلوی بازو، اینم عقب بازو. خب زمانی که دست برخورد میکند به یک جسم داغ، یک نورون حسی، حالا یه دونه، چند تا، نمیدونم حالا هر چند تا نورون حسی اینجا تحریک میشه و یه پیامی رو میاره با خودش به سمت نخا، یه پیامی رو میاره به سمت نخا. اینجا نباید دستور دیگه بره به مغز، باید نخا همینجا خودش جوابو بده. فرایند انعکاسی است،
اینجا بخش خاکستری. میاد به سمت نخا. آقا نخا باید چه تصمیمی بگیره؟ نخا معلومه باید تصمیم بگیره که بگه آقا عضله یه جلوی بازو، عضله یه دو سر بازو منقبض شو و عضله یه عقب بازو استراحت کن و این دستور صادر بشه بالاخره. خب پس بنابراین نورون راب حسی اینجا میاد دو شاخه میشه، اینجا میشه دو شاخه. یه شاخش باید به جلوی بازو بگه آقا جلو بازو منقبض شو، یه شاخش به عقب بازو باید بگه عقب بازو منقبض نشو. اگر یه نورون حسی بخواد به یک عضله دیگر دستور بدهد رابط میخواد. ببین یه چیز دقت کن، اینو یاد بگیر، اینو بفهم. اگر یه نورون حسی از عضله دو سر بازوی من رفت به سمت نخام، خواست یه نورون حرکتی از عضله دو سر بازوی من رو تحریک کنه، اینجا دیگه رابط نمیخوام. یعنی حسی یه عضله با حرکتی همون عضله رابط نمیخواد. ولی اگر حسی از این جای دیگه پاشو بیاد بخواد با حرکتی یه ماهیچه‌ای ارتباط برقرار کنه، رابط میخواد. اینجا الان حسی داره از انگشت میاد میخواد به جلوی بازو دستور بده، به عقب بازو دستور، اینجا رابط میخواد، اینجا رابط میخواد، اینجا میاد به یه رابطی اینجا داره یه دونه صحبت میکنه، یه صحبتی هم با این میکنه. حالا آقا یکی از این رابط ها میاد به ماهیچه جلوی بازو دستور میده، این نورون حرکتی جلوی بازوه، میگه آقا عضله جلوی بازو بیا منقبض شو. اینا یکی دیگه میاد با حرکتی عقب بازو ارتباط برقرار میکنه، به ماهیچه عقب بازو میگه آقا این ماهیچه عقب بازو منقبض نشو. ببین زهرا تو که میپرسید ریشه پشتی چه کمی یه نورونه یا چند تا نورونه، ببین الان اینجا ریشه پشتی مثلا فکر کن یه نورونه، ریشه یه شکمی اینها، ریشه یه شکمی الان دو تا نورون حرکتیه، این ریشه یه شکمی. آقا یه بار ببینیم داستان چی شد، من اسم این نورونا رو بذارم. این زرده نورون حسی انگشته، حسی انگشت، نورون حسی انگشت که خورده به آتیش تحریک میشه، پیامو میاد به سمت نخا، میاد دو شاخه میشه، یه شاخش به یه رابط دستور میده، یه رابط به حرکتی جلوی بازو دستور میده، این حرکتی جلوی بازوه، میگه آقای جلوی بازو منقبض شو. یه دونه دیگه‌اش میاد به حرکتی عقب بازو دستور میده، میگه آقای حرکتی عقب بازو، عقب بازو منقبض نکن، عقب بازو منقبض نشود. ببین چی میشه الان. چی گفتی فاطمه؟ هست ستایش همه شون هست. حسی یک ماهیچه برای تحریک حرکتی، همون ماهیچه باید بره نخا یا اصلا نمیره بره نخا؟ باید بره نخا، قطعا باید بره نخا. اینجا نگاه کن، اینجا دقت کن. ببین یه مثال برات بزنم. شما میخوای بگی بابات پول بگیری، میری میگی آقا پدر من منم پول بده. اگر پول نخوای بگیری نمیشه این دمه گوشش هی بخونی پول نده پول نده پول نده پول نده، هیچی نگی بابا میفهمه که لازم نیست تو الان پول بده. اینجا هم همینه، من اگر بخوام یک عضله منقبض بشود میگم عضله منقبض بشو، اگر بخوام عضله منقبض نشه بشه هیچی نمیگم، همین که هیچی نگم منقبض نمیشه. نگاه کن ببین چی میشه، ببین چی میشه. آقا نورانه بیا این بر، بیا این بر. آقا تصویر این بر رو بدین، تصویر این بر رو بدین، بیا اینجا ببین چی میگم. ببین نورون حسی انگشت تحریک میشه، میاد 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 تو نخا، ریشه پشتی وارد بخش خاکستری نخا میشه، این میاد نورون رابط رو تحریک میکنه، رابط حرکتی دو سر رو تحریک میکنه، حرکتی جلو بازو دستور میده به ماهیچه جلوی بازو، جلوی بازو منقبض میشه. اینجا حسی میاد رابط رو تحریک میکنه، این رابطه میاد حرکتی عقب بازو رو مهار میکنه، میگه آقا تو هیچی نگو، میگه آقای حرکتی عقب بازو تو هیچ دستوری نمیخواد بفرستی. اینجا این مهار میشه، همین که دستوری نمیره به عقب بازو، عقب بازو اون قرض نمیشود. ببین چی شد یه بار دیگه. حسی اومد از انگشت تو نخا دو شاخه شد، یه شاخه به رابط گفت، رابط به حرکتی جلوی بازو دستور داد،
حرکتی جلوی بازو رفت، ماهیچه جلوی بازو و جلوی بازو منقبض شد. یکیش اومد رابط تحریک کرد، رابط حرکتی عقب بازو رو مهار کرد و دستور اینجا صادر نشد. آقا بگو ببینم، جواب بده، در انعکاس عقب کشیدن دست در اصل خود جسم داغ چند تا نورون دارم میبینم اینجا؟ چند تا نورون داریم؟ بگو ببینم. بدو چند تا نورون میبینیم؟ بشمر. پنج تا، سه تا، دیگه بدو سه نو. ببین هم توی این، ببین بگم توی این شکل، کاری به جای دیگه و داستان دیگه ندارم، توی این شکل یه نورون حسی میبینی، دو تا رابط شد، سه تا، دو تا حرکتی، پنج تا نورون دارم اینجا میبینم. چه خب مسلمن تعداد این حسی ها میتونن خیلی باشه. بالاخره من دستم میخوره به یه جسم داغ، یه دونه نورون حسی تو دست من تحریک نمیشه که، هزاران نورون حسی تحریک میشن و میان اینجا. زهرا اینم باز جواب تو، ببین هزاران نورون حسی اینجا میان. خب ولی خب سه نوع دیگه، هم حسی داره هم حرکت داره هم رابط. حالا تو این شکل، توی همین شکل که داری اینجا میبینی، چند نورون درشون پتانسیل عمل ایجاد میشه؟ چند تا نورون توش پتانسیل عمل ایجاد میشه؟ بگو ببینم. بشموریم. آقا این تحریک شد، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. اینی که تقریبا فسفوری کشیدن پتانسیل عمل توش به وجود نمیاد. چهار تا. یه دونه زرده، این دو تا بنفشه‌ها شدن جمع سه تا، این سفیده هست چهار تا دیگه. فاطمه چجوری گفتی سه؟ چهار تا. در چهار تا نورون پتانسیل عمل اینجا به وجود. یه چیز دیگه دقت کن آقا، به جای پتانسیل عمل میتونه اینو بهت بگه، بگه در چند نورون کانال دریچه دار سدیمی باز میشود. این همون پتانسیل عمله. در چند نورون پمپ سدیم پتاسیم بیشترین فعالیت رو انجام میدهد. نه دیگه، این مهار شد. ببین این حرکتی عقب بازو مهار شد. وقتی اینجا مهار میشه دیگه تو این پتانسیل عمل به وجود نمیاد. حسام پتانسیل عمل اینجا دیگه نداره. این از حالا یه چیز دیگه دقت کن، میخوام ببینم اینجا من چند تا سیناپس دارم میبینم. تعداد سیناپس هایی که اینجا وجود داره رو باید بشمونیم ببینیم چجوری. ستایش اگر انشاءالله کرونا بگذارد و کلاس حضوری بشود. بله. خب بیا این بر تصویر این بر رو بدن دوستان پشت صحنه. خب این چیزو دقت کن، من میخوام ببینم اینجا چند تا سیناپس دارم. حواسا جمع. سیناپس چی بود؟ سیناپس محل ارتباط یک نورون با یک سلول دیگر یا یک گیرنده حسی با یک سلول دیگر. اینو گفتیم سیناپس. نگاه کن آقا، اینجا آیا دارد یک نورون به این نورون حسی من دستور میده یا نه؟ پوست من داره تحریک میشه. اینجا سیناپسی وجود نداره. اونی که داره دستور رو میفرسته باید نورون باشد. اینجا نورون نیست که داره دستور میده، یه چیز دیگه داره دستور میده. هیچ. این از پس اینجا سیناپس نداره. هیچ. بشمار. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. در انعکاس عقب کشیدن دست من 6 تا سیناپس دارم میبینم. چند سیناپس؟ 6 سیناپس. این اولی سیناپس نیست. خب حالا از این 6 سیناپس بیا داستاناشو رو بررسی کنیم. ببین این سیناپس که مهاری بود، درسته؟ این مهاری مهار کرد و یه سیناپس دارم غیر فعال است.
آقا غیر فعال یعنی چی؟ یعنی این که مگه نیومدم نورون حرکتی عقب بازو رو اینجا مهار کردم؟ آره آقا من مهار کردم. وقتی من اینو اینجا مهار کردم دستوری دیگه نمیده که برسه به اینجا. پس اینجا سیناپسی هست ولی غیر فعال. غیر فعال یعنی دیگه ناقل عصبی اینجا آزاد نمیشود. آقا اینی که میخواد مهار کنه ناقل عصبی آزاد. آره ناقل عصبی مهاری من دارم، ناقل عصبی تحریکی دارم، ولی وقتی اینجا غیر فعاله، وقتی نورون کار نمیکنه، وقتی دستوری نمیره اینجا، پس نیازی نیست ناقل عصبی تولید بشه. پس این سیناپس غیر فعال است. پس در انعکاس عقب کشیدن بازو من دارم 6 سیناپس میبینم. 6 تا سیناپس داریم که از این 6 سیناپسی که داریم یه دونه غیر فعال است و 5 تا فعال است. خب آقا غیر فعال کیه؟ غیر فعال میشه این حرکتیه عقب بازو که اسمش ماهیچه دو سر بود، با خود ماهیچه دو سر. این میشه غیر فعال. یه دونه غیر فعال. آقا 5 تا فعال، بیا دونه دونه ببین. از این 5 تا فعال 4 تاش تحریکیه، 1 دونش مهاریه. ببین کدوم مهاریه. الان اینجا این مهار شد، این مهار شد، بقیه تحریکی هم. ببین 1 2 3 4 4 تا تحریکی، 1 دونه مهاری، 1 دونه غیر فعال. آقا مهاریه رو بیا بگو. مهاری این بود رابط با کی؟ با حرکتی عقب بازو، حرکتی سه سر. آه ببخشید من اینجا اشتباه گفتم دو سر، حرکتی سه سر با عضله سه سر غیر فعال. رابط حرکتی سه سر. بیام سراغ تحریکی ها. ببین دو تا حسی رابط دارم، حسی رابط تحریک میکنه، دوباره حسی رابط تحریک میکنه دیگه. نگاه کن اینجا، رابط حرکتی دو سر تحریک میشه. دیگه چی داریم؟ خود حرکتی دو سر و ماهیچه یا عضله دو سر. اینو یاد بگیر. پس در انعکاس عقب کشیدن دست، همه با هم، همه با هم بگن، در انعکاس عقب کشیدن دست. خب بیاییم این وقت، تصویر این وقت. دوستان پشت صحنه اگه لطف کنن تصویر این وقت رو بدن به ما. خب ببینید با هم دیگه بچه جواب بدید. میگم در انعکاس عقب کشیدن دست ما چند تا سیناپس داریم؟ بگو بدو. همه جواب بدن، بیکار نبینم. همه بدو باید کرد. 6 تا سیناپس داریم در انعکاس عقب کشیدن دست. چند تا سیناپس فعال دارم؟ بدو. نه نداری فاطمه اونجا. 5 سیناپس فعال. سیناپس غیر فعالم کدومه؟ حرکتی سه سر و ماهیچه سه سر. باریکل. چند تا تحریکی دارم؟ بگو. باریکل. 4 تا تحریک. چند تا مهاری دارم؟ یه دونه. مهاری کدومه؟ مهاری کدومه؟
بگو. باریکلا رابط و حرکتی سه سر میشه محور. آقا دقت کن اینجا رو، ما انتقال دهنده عصبی رو باید بدونیم چند جا آزاد میشه چند جا آزاد نمیشه. اینو به من بگو اول. ما چند تا سیناپس در بخش خاکستری نخاع داریم؟ هیچ غیر فعال، هیچ پیامی آزاد نمیشه، ناقل عصبی ها. هیچ کاری نه، غیر فعال دیگه. چهار تا در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس داریم؟ اینو بگو من. چارت. در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس تحریکی داریم؟ تو خود مغزم هست دیگه سالا، نورون رابط تو خود مغزم هست. توی نخاع اگه بخوام بررسی کنم، توی بخش خاکستری نخاع هستش. تو نخاع فقط در بخش خاکستری. درست شد؟ این از آره تو مغزم بخش رو بخش سفید مغزم رو رابط داره سار. آره بخش سفید مغزم رو رابط داره. نه هر جا خاکستر، بخشی که خاکستری جسم سلولی نورونا توش زیادن که خاکستری دیده میشه. این جسم سلولی نورون حرکتی میتونه باشه، نورون رابط میتونه باشه، این باعث خاکستری شدن اون قسمت شده. پس اینم تا اینجا. حالا بیایم اینجا ببینیم که هیچ گیرنده نورون نیست، نمیتونه ببین گیرنده فاطمه میتونه قسمتی از نورون باشه. چرا؟ میتونه. نه ببین اصلا تو خاکستری غیر فعال نداشتیم که، توی خاکستری مهاری داشتیم. ببین یه دونه حسی رابط، حسی رابط دوتا، رابط حرکتی دو سر، رابط حرکتی سه سر، که رابط حرکتی سه سر مهاریه. این مهاریه، غیر فعال نیست، مهار میکنه. میتونن فاطمه. حالا فصل بعدی راجع به صحبت کنم، مثلا گیرنده چشایی توی زبان اصلا همچین چیزیه. نه گفتیم که غالبا نورون است، یا نورونه یا گیرنده حسی. حالا ما گیرنده حسی داریم که نورون نیستن و میتونن سیناپس بدن، مثل گیرنده چشایی توی زبان. حالا فصل بعدی راجبه صحبت میشه. خب بیام اینجا گزینه یک رو ببینید راجبه سعی غلط ها. میگه مرکز همه این انعکاس ها نخواه هست. درسته؟ بگو ببینم مرکز همه این انعکاس ها نخواه هست. بایچار غلط. خب یه سعی انعکاس مغزی هم داره. دو میگه باز شدن دریچه ابتدای میزراه نوعی انعکاس هست. درسته غلط؟ بدو بدو باشن غلط. آها ابتدای میزراه مایچه صافه، اصلا مایچه صافه انعکاس نداره، انعکاس اصلا مایچه اسکلتی هست. هیچ. سه میگه نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخاع دیده میشود. درسته یا نه فاطمه؟ بچه اشتباه دارید میکنید دیگه. گفتم نورون رابط در مغز هم دیده میشود. اگر گفت در نخاع فقط در بخش خاکستری دیده میشود درسته. میگه نورون رابط فقط در بخش خاکستری نخاع دیده میشه. غلطه، جای دیگه هم دیده میشه، تو مغز هم هست. چهار میگه ریشه های نخاعی حاوی آکسون هستند. بگید
درسته، درست. آقا آکسون دارن دیگه. حالا ریشه شکمی آکسون حرکتیه، ریشه پشتی آکسون حسی رو داره. نگفته که فقط هاوی آکسون هستن، گفته هاوی آکسون هستن. آره هاوی آکسون هستن. آفر نگفته که خودش نگفته فقط آکسون که. پنج، میگه ریشه پشتی آکسون نورون حرکتی هست. بگو ببینم درست یا غلط. بدو بدو. آها، ریشه پشتی میگه آکسون نورون حرکتی هست. غلط. ریشه پشتی نورون حسیه. شیش، در انعکاس برخورد دست به جسم داغ، آزاد شدن انتقال دهنده عصبی از نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو، این ماهیچه رو به استراحت میبرد. بگو ببینم حسام. اه غلط، گفتم سیناپس غیر فعال حرکتی سه سر، حرکتی عقب بازو با ماهیچه عقب بازو غیر فعال انتقال دهنده عصبی آزاد نمیشود. اینجا میگه با آزاد شدن انتقال دهنده عصبی. هفت، هفتم بگیم تمام. نخوا از گردن شروع میشود در تمام طول سطور مهره ادامه دارد. غلطه فاطمه، غلطه. نخا تا کمره، در تمام طول ستون مهره ها نیست. خب بچه ببین زهرا، عصب چشم با عصب بینایی فرق داره. تو یه رجوع عصب چشم صحبت میکنی، عصب عصب مغزی، عصب نخایی نیست. حالا یه قسمش هم تو گردن هست دیگه، ستش. بله بله. خب بچه برای جلسه بعدی اولا برید کسایی که تازه اومدن فیلم پنل رو از جلسات قبلی رو خوب نگاه کنن. تستای جزورم دیگه تا آخرش، تا بخش جانوران و جاندارانش جواب بدین و همین دیگه. ایشالا تو جلسه بعدی ببینمتون و بگم چی کار میکنیم. نه اون عصبش، خود عصبش نه، قبل از اینکه ایجاد بشه یا بعد از اینکه ایجاد بشه توش سیناپس داریم. ستایش امروز جلسه سوم بودیم. آره آره کاری نداره میرسیم. دو جلسه نبودی کلا. نه نیست زهر. حالا بذار چشمو بگم، بذار جلسه چشمو هفته بعد، هفته بعد نه بعدیش احتمالا چشمو میگم. آقا تا آخر تستای جزوه 162، تا تست 162 باید جواب بدیم. بچه خسته نباشین، روزتون بخیر، دوستتون دارم.